پابجی در افغانستان مسدود خواهد شد. کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان افغانستان از حکومت این کشور خواسته تا بازی پابجی را مسدود و دسترسی به این بازی را محدود کند. سلام، وقت شما بخیر. به یک دیگر از ویدیوهای جاده تیوی خوش آمدید. قبل از تماشای این ویدیو چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کرده علامت زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با چینل جاده تیوی همراه باشید. علی کاظمی معاون امور پارلمانی وزارت دولت در امور پارلمانی به بی بی سی گفت که دبیرخانه مجلس نمایندگان افغانستان در نامه از این وزارت خواسته که این بازی را مسدود کند. او گفت که این وزارت به اداره تنظیم خدماتی مخابرات موضوع را ابلاغ کرده و از آن نهاد خواسته که با تمکین به قوانین نافذه دسترسی به بازی متذکره را مسدود کند و در مدت 7 روز اطلاع دهند. دلیل این تصمیم کمیسیون مواصلات و مخابرات نیز شکایت خانواده ها از این بازی بوده است. بازی پابجی که در سالهای اخیر میان شهروندان افغان رایج شده است، هواداران زیادی در افغانستان بخصوص در میان نسل جوان پیدا کرده است. پابجی یک بازی اینترنتی است که در کوریای جنوبی ساخته و بعد اپلیکیشن موبایل آن در کشور چین آزمایش شد. به دلیل اینکه شرکت سازنده بازی پابجی روش جدید را در بازی آنلاین ایجاد کرد، موفقیت‌های فراوانی داشته است. این روند باعث شد که اکنون خیلی‌ها در جهان با نام بازی پابجی آشنا باشند. علاوه بر افغانستان، پابجی در حال حاضر یک بازی محبوب در سراسر جهان است. این بازی به عنوان پردرآمدترین ها در فروشگاه بازی های ویدیویی در سال 2018 معرفی شد. شرکت تنسنت که در سال 2019 در حال آزمایش نسخه موبایل این بازی در چین بود، اعلام کرده بود که 70 میلیون نفر روزانه در حال بازی پابجی هستند. اوایل سپتامبر گذشته بعد از افزایش تنش مرزی میان هند و چین، دهلی نیز این بازی را در هند متوقف کرد. سید شاه آرش احمدی در فیسبوک خود نوشته یک گیم ضد اسلام است، ببینین که باید خانه خداوند باید بزنی و از سر جای نمازا باید گذر کنی، یک توهین است و این گیم هم مثل گیم کلش آف کلنز است که باید خانه خداوند چپک کنی. دور از زبان ما و کسی که میخوانه، این گیم ها فقط به خاطر توهین کردن اسلام است. دوستایی را شیر کنید تا همه پابجی بازا با خبر شود. نبیولا دوست ما نوشته امروز گیم پابجی می زدم، امروز یک هندوستانی ازش پرسان کردم در هندوستان چی گپ هست؟ میگه کبی خوشی کبی غم. باز از ما پرسان کرد گفت افغانستان چی گپ هست؟ من برش گفتم کبی راکت کبی بم. بازی پابجی محصول متفاوت از استدیوی بازسازی تنسنت گیمز در سبک اکشن است که ابتدا نسخه کنسول آن ساخته شد و محبوبیت فراوان به دست آورد. به دنبال موفقیت آن، شرکت سازنده آن برای سیستم عامل اندروید و آی او اس تحت عنوان پابجی موبایل بازسازی کرد تا علاقمندان بتوانند روی دستگاه های همراه خود این بازی فوق‌العاده را تجربه کنند. این بازی سبک متفاوتی دارد و بازیکن را در فضای قرار می‌دهد تا برای بقا با حریفان مبارزه کند و از مبارزه های گوناگون لذت ببرد. خصوصیات بازی پابجی در یک نگاه: گرافیک عالی و توجه بسیار به جزئیات. مبارزه با 100 بازیکن مختلف در نقش ها با مساحت 8 در 8 کیلومتر. مجموعه متنوع اسلحه ها. قابلیت استفاده از وسایل نقلیه گوناگون. بکارگیری موتور گرافیکی قدرتمند. افکت های صوتی 3D. امکان استفاده از سلاح های غولپیکر و موشک. قابلیت ایجاد تیمی از دوستانتان، فراهمسازی محیطی جذاب برای مبارزه، گیمپلی آسان، سازگار با نسخه های اندروید 5.11 به بالا. بازی پابجی موبایل به عنوان یکی از بهترین بازی های کنسولی برای موبایل بازسازی شده است و استفاده از قابلیت های بالا و همچنین تکیه فراوان به هوش بازیکن شما را تا ساعت ها سرگرم می کند. در این بازی 100 بازیکن به صورت همزمان در پخش چند نفره وارد محیط بازی می شوند و تنها فردی که در پایان بازی باقی می ماند عنوان برنده را به دست می آورد. در پابجی موبایل باید لوازم وسایل مورد نیاز خود را پیدا کنید و بازی در اختیار شما مجموعه از سلاح‌های مختلف و انواع ماشین‌ها، قایق‌ها و حتی موتورسیکلت قرار می‌دهد. جذابیت بازی با کمک استفاده از جلوه‌های صوتی بیشتر شده است، به نحوی که صدا کیفیت 7.1 کاناله دارد. یکی دیگر از جنبه‌های متفاوت بازی فراهمسازی قابلیت تشکیل تیم و مبارزه گروهی با سایر دشمنان است. به دلیل گرافیک فوق‌العاده بالای بازی، افرادی که دستگاه‌های ضعیف‌تر دارند می‌توانند نسخه لایت بازی به اسم پابجی موبایل لایت را دانلود کنند و به جمع گسترده و میلیونی بازیکنان دیگر بپیوندند.
ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را در کامنت بنویسید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذاب ما روی یک از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن با این چینل روی عکس چینل کلیک نموده دکمه سابسکرایب را بزنید. تشکر.